سال 1974 استیون هاکینگ ایده عجیبی مطرح کرد که باعث شهرت جهانی این فیزیکدان نابغه شد. محاسباتش نشون میداد سیاه‌چاله‌ها پرتوی از خودشون منتشر میکنن که امروز معروف به تابش هاکینگ. این تابش باعث میشه سیاه‌چاله کم کم جرم یا انرژی خودش رو از دست بده و در نهایت به طور کامل تبخیر بشه. حالا اینجا دو تا سوال مهم پیش میاد. اول اینکه اگه گرانش سیاه‌چاله اونقدر شدیده که حتی فوتون‌های نور هم نمیتونن از چنگش فرار کنن، پس چطوریه که تابش هاکینگ میتونه منتشر بشه؟ سوال دوم معمای بزرگی ایجاد کرد که هنوز کسی نتونسته حلش کنه. با تبخیر سیاه‌چاله اون اطلاعاتی که بلعیده چی میشن؟ شاید جوابشون ساده به نظر بیاد، ولی عجله نکنید. قضیه خیلی پیچیده‌تر از این حرفاست. بیایید یه بار دیگه سفر کنیم به اعماق این دنیاهای تاریک تا جواب سوالامون رو پیدا کنیم. اسپانسر این برنامه شرکت فیوتک از جنوب کالیفرنیا است. یه شرکت پیشرو در تولید سنسورهای دقیق و قابل اطمینان. سنسورهای فیوتک همه جا هستن. اندام‌های مصنوعی، ابزار پزشکی، ساعت‌های هوشمند، ربات‌ها، کاوشگرهای فضایی و خیلی موارد دیگه. برای اطلاعات بیشتر به سایت یا لینکدین این شرکت مراجعه کنید که آدرسشون زیر همین ویدیو هست. اوایل دهه 1970، استیون هاکینگ و فیزیکدانی به نام جیکوب بکنشتاین تقریبا همزمان با هم ولی به طور مستقل سعی کردن قوانین ترمودینامیک رو به سیاه‌چاله‌ها اعمال کنن. داخل ترمودینامیک یه چیزی داریم به نام جسم سیاه. این جسم فرضی تمام پرتوهایی که بهش تابیده میشه رو به طور کامل جذب میکنه. بعدش انرژی همینا دماش رو افزایش میدن و چاره‌ای نداره جز اینکه این گرمای اضافی رو به شکل پرتوهایی منتشر کنه به بیرون. بهش میگن تابش جسم سیاه. سیاه‌چاله هم به نظر میاد یه همچین رفتاری داره. تمام فوتون‌هایی که به سمتش تابیده میشه رو جذب میکنه. پس طبق قوانین ترمودینامیک باید دمای مشخصی داشته باشه و تابشی از خودش منتشر کنه متناسب با همین دما. ولی خب مشکل اینجاست که سیاه‌چاله برخلاف جسم سیاه گرانش عظیمی داره که اجازه نمیده هیچ پرتوی از سطحش فرار کنه. یعنی اینجا به یه تناقض برخوردیم. ترمودینامیک میگه سیاه‌چاله باید مثل جسم سیاه از خودش پرتوهای الکترومغناطیسی منتشر کنه، ولی نسبیت عام میگه گرانشش اونقدر قویه که اجازه انتشار هیچ پرتوی رو نمیده. این تناقض باعث شد دانشمندا به این فکر بیفتن که شاید ایده وجود تابش برای سیاه‌چاله‌ها از همون اول اشتباه بوده. شاید اصلا نباید قوانین ترمودینامیکو بهش اعمال می‌کردیم. با این حال ذهن درخشان هاکینگ تسلیم نشد و برای حل این تناقض رفت سراغ مکانیک کوانتوم. سال 1974 با انتشار مقاله‌ای به نام انفجار سیاه‌چاله ادعا کرد که این اجرام فضایی واقعاً تابش دارن، ولی عملکردش با چیزی که انتظار داشتیم خیلی متفاوته. طبق مکانیک کوانتوم فضای خالی واقعاً خالی نیست. دائما جفت‌هایی از ذرات مجازی از خلأ انرژی قرض می‌گیرن و به وجود میان، ولی بلافاصله همدیگر رو نابود می‌کنن و انرژی که قرض گرفته بودن رو دوباره پس میدن به خلأ. به این اتفاق میگن نوسانات کوانتومی. شواهدی هم برای درست بودنش وجود داره، مثل اثر کازیمیر که این خودش یه بحث جداست. این جفت‌ها به صورت یه ذره و یه پاد ذره ظاهر میشن، مثلا الکترون و پاد الکترون یا نوترینو و آنتی نوترینو. پاد ذره دقیقاً همون ذره است ولی با بار الکتریکی مخالف، مثلا الکترون بارش منفیه، پاد الکترون مثبت. برای همین یه ذره‌ای مثل فوتون که کلاً بار الکتریکی نداره، پاد ذره‌اش با خودش یکیه. هاکینگ معتقد بود برای جفت‌هایی که اطراف افق رویداد یه سیاه‌چاله ایجاد میشن، بعضی وقتا اتفاق عجیبی میفته. منظور از افق رویداد یه مرز کروی اطراف سیاه‌چاله است که هر چیزی ازش عبور کنه دیگه راه برگشتی نداره. اتفاقی که میفته اینه که یه وقتایی قبل از اینکه این جفت‌ها همدیگر رو نابود کنن، گرانش شدید سیاه‌چاله یکیشون رو میکشه به سمت خودش. اونی که بیرون مونده انرژی مثبت داره، ولی اونی که سقوط کرده چاره‌ای نداره جز اینکه انرژی منفی داشته باشه، چون فقط در این صورته که قانون پایستگی انرژی نقض نمیشه. انتشار ذراتی با انرژی مثبت از اطراف سیاه‌چاله همون چیزیه که بهش میگیم تابش هاکینگ.
اما ذراتی که سقوط کردن انرژی منفی رو وارد سیاه‌چاله میکنن، یعنی در واقع انرژی سیاه‌چاله رو کاهش میدن. انرژی هم که میدونیم با جرم هم ارزه، بنابراین تابش هاوکینگ باعث کاهش جرم سیاه‌چاله میشه، دائما کوچیک‌ترش میکنه، بهش میگن تبخیر سیاه‌چاله. البته این یه توصیف خیلی ساده و خلاصه بود. اگه بخوایم دقیق‌تر این پدیده رو نشون بدیم، باید به جای ذرات از میدان‌های کوانتومی استفاده کنیم. دیگه وارد توضیحات طولانیش نمیشم که حوصله‌تون سر نره. هاوکینگ با محاسباتی که انجام داد به این نتیجه رسید که بین جرم و دمای سیاه‌چاله ارتباط وارونه برقراره. هر چقدر کوچیک‌تر میشن، داغ‌تر میشن، بعدش همین داغ‌تر شدنه سرعت تبخیر رو بازم افزایش میده. جرمشون میره به سمت صفر، سرعت تبخیرشون میره به سمت بی‌نهایت. برای همین اواخر عمر سیاه‌چاله دیگه شدت انتشار تابش هاوکینگ اونقدر زیاد میشه که حالت انفجاری پیدا میکنه. این انفجار جرم سیاه‌چاله رو به طور کامل مصرف میکنه و چیزی ازش باقی نمیمونه جز پرتوهای مختلف. بیشترشون فوتون‌های پر انرژی هستن، یعنی پرتوهای گاما، ولی خب ذرات دیگه‌ای مثل الکترون و پوزیترون و نوترینو هم بینشون هست. نکته مهمی که باید بهش توجه کنیم اینه که سرعت تبخیر سیاه‌چاله‌ها به شدت کنده. اونقدر آهسته که اگه سیاه‌چاله‌ای داشته باشیم به اندازه یه دونه اتم هیدروژن، کل عمر 14 میلیارد ساله جهان کافی نیست برای اینکه به طور کامل تبخیر بشه و از بین بره. هاوکینگ معتقد بود ابتدای پیدایش جهان سیاه‌چاله‌های خیلی ریزی ایجاد شدن که تا امروز دوام آوردن. بنابراین امروز ما باید بتونیم اونایی که آخر عمرشون رو منفجر میشن رو توی قسمت‌های مختلف فضا رصد کنیم به شکل انفجارهای پرتوی گاما. الان به طور متوسط روزی یکی دو تا انفجار پرتوی گاما رو تشخیص میدیم، ولی مشکل اینجاست که الگوی اینا با چیزی که از انفجار سیاه‌چاله‌ها انتظار داریم همخوانی نداره. اولش خیلی شدیده، بعد افت میکنه، بعدش دوباره قوی میشه، در حالی که انفجار یه سیاه‌چاله بر اثر تابش هاوکینگ باید به صورت تدریجی افزایش داشته باشه. برای همین چیزایی که داریم رصد می‌کنیم رو نسبت می‌دیم به اتفاقای دیگه‌ای مثل انفجار ابرنواخترها یا ادغام ستاره‌های نوترونی. تا حالا نتونستیم الگوی مناسب برای نابودی سیاه‌چاله‌ها رو بین انفجارهای پرتوی گاما پیدا کنیم. بنابراین تابش هاوکینگ از نظر تئوری معتبره، ولی توی دنیای واقعی هنوز شواهدی ازش ندیدیم. همین باعث شده بعضیا باهاش مخالف باشن. اما اول ویدیو گفتم که تابش هاوکینگ یه معمای خیلی بزرگ ایجاد کرد که هنوز حل نشده. اسمش پارادوکس اطلاعات سیاه‌چاله است. یه کتاب رو در نظر بگیرید. هر کدوم از ذرات سازندش، یعنی اتم‌ها و ذرات زیر اتمیش، ویژگی‌هایی داره مثل موقعیت مکانی، تکانه، اسپین، بار الکتریکی، انرژی یا خیلی چیزهای دیگه. به این ویژگی‌های کوانتومی میگیم اطلاعات، یعنی یه مجموعه عظیمی از داده‌ها که تک تک ذرات سازنده کتاب رو توصیف می‌کنن. حالا فرض کنید این کتاب رو آتیش می‌زنیم. در ظاهر به نظر میاد اون اطلاعات از بین رفتن، ولی در واقع اینطور نیست. تمام اون ذرات سازندش همین الان داخل خاکسترش وجود دارن، یا دود شدن و رفتن بین مولکولای هوا، یا اینکه تبدیل شدن به نور و انرژی گرمایی. اگه این توانایی رو داشتیم که تک تک این ذرات رو گیر بیاریم و حالتهای قبلیشون رو دنبال کنیم، میتونستیم برشون گردونیم به اون حالت اولیهی که کتاب رو ساخته بودن. یعنی مثلا بررسی کنیم که فلان ذره قبلا اینجا بوده، بعدش رفته به این مکان، اینقدر انرژی و بار الکتریکی داشته، همینطور رو به عقب ادامه بدیم تا برسیم به اون حالت اولیش. دقت کنید که در عمل نمیشه یه همچین کار پیچیده ای انجام داد، ولی از نظر منطقی غیر ممکن نیست. فقط باید میلیارد ها میلیارد ذره رو بررسی کنیم.
اینجا اصطلاحاً گفته میشه که اطلاعات از بین نرفته. منظور از اطلاعات همون حالتهای کوانتومی ذرات سازنده کتابه، نه دانش نوشته شده داخل صفحاتش. این خودش یکی از قوانین مکانیک کوانتومه به نام قانون پایستگی اطلاعات. میگه اطلاعات توی جهان هستی هیچ وقت از بین نمیره. شما هر اتفاقی رو میتونی مرحله به مرحله رو به عقب دنبال کنی تا برسی به حالت شروع. اما فرض کنید این کتاب رو به جای اینکه آتیش بزنیم بندازیم داخل یه سیاهچاله. خب حالا چه بلایی سر اطلاعاتش میاد؟ طبق نسبیت عام، ذرات سازنده ی کتاب وارد سیاهچاله میشن و به جرمش اضافه میکنن. برای همین تا مدت‌ها فکر میکردیم درسته که این اطلاعات از دسترس ما خارج شدن، ولی به هر حال یه جایی داخل سیاهچاله حضور دارن. یعنی نابود نشدن، قانون پایستگی اطلاعات نقض نشده. ولی بعد از کشف تابش هاوکینگ این طرز فکر بی‌اعتبار شد. دیدیم که این تابش در نهایت سیاهچاله رو به طور کامل تبخیر می‌کنه. بنابراین اتم‌های اولیه اون ستاره‌ای که فروپاشیده و سیاهچاله رو ساخته به اضافه تمام چیزایی که بلعیده از جمله کتاب ما، همشون در نهایت تبدیل میشن به یه سری پرتو از جنس فوتون و بقیه ذرات بنیادی. اینجا دیگه اطلاعات سازنده کتاب ما از بین رفته. ظاهراً این پرتوها دیگه اون اطلاعات مربوط به ذرات بلعیده شده رو داخل خودشون ندارن. یعنی چیزایی مثل انرژی و بار الکتریکی و تکانه و موقعیت مکانی این ذرات رو نمیتونیم از روی این تابش هاوکینگ به دست بیاریم تا برسیم به اون حالت اولیه کتاب. به این میگن پارادوکس اطلاعات سیاهچاله. یعنی طبق مکانیک کوانتوم توی جهان هستی هیچ اطلاعاتی نمیتونه نابود بشه، ویژگی‌های ذرات رو همیشه میتونیم دنبال کنیم تا به حالت‌های قبلیشون برسیم، ولی طبق تابش هاوکینگ اطلاعاتی که وارد سیاهچاله میشن از بین میرن. خب پس مشکل از کجاست؟ مکانیک کوانتوم اشتباهه یا تابش هاوکینگ؟ یه موضوع عجیب دیگه هم هست که قضیه رو حتی پیچیده تر میکنه. معادله‌ای وجود داره به نام بکنشتاین هاوکینگ که باهاش میتونیم آنتروپی یا بی‌نظمی یه سیاهچاله رو حساب کنیم. طبق این معادله مقدار آنتروپی سیاهچاله‌ها یه عدد خیلی خیلی بزرگه، طوری که بیشتر از 99.9% از آنتروپی کل جهان هستی فقط داخل سیاهچاله هاست. از اون طرف آنتروپی بالاتر به معنی اطلاعات بیشتره. همونطور که آنتروپی هیچ وقت خود به خود کم نمیشه، اطلاعات هم هیچ وقت از بین نمیره. مثلا ذرات سازنده یه تخم مرغ دست نخورده خیلی منظم ترن. زرده از سفیده جداست و مکان ذره های سازندهش رو میتونیم با داده های کمتری بیان کنیم. ولی وقتی همش میزنیم تمام اینا مخلوط میشن و دیگه برای توصیف هر ذرهش کلی اطلاعات اضافی لازمه. پس آنتروپی یا بی‌نظمی بیشتر مساوی با حجم بالاتری از اطلاعات. در نتیجه میتونیم بگیم 99.9% اطلاعات کل جهان هستی فقط داخل سیاهچاله هاست. یعنی تبخیر سیاهچاله ها داره یه حجم عظیمی از اطلاعات رو از جهان پاک میکنه. درگیری ما با پارادوکس اطلاعات سیاهچاله شدیدتر شد. حالا بیایید بریم سراغ جواب‌ها. برای حل این پارادوکس ایده‌های زیادی مطرح شده. بعضیشون منطقی‌ترن، بعضیشون تخیلی‌تر. یکی از مهمترین افرادی که تو این زمینه تلاش زیادی کرده، پروفسور فیزیک دانشگاه استنفورد به نام لئونارد ساسکیند. این دانشمند معتقد هر چیزی که به سمت سیاهچاله کشیده میشه بر اثر گرانش شدید و نزدیک شدن به سرعت نور فشرده میشه روی سطح افق رویداد، وارد عمق سیاهچاله نمیشه. بنابراین تمام اطلاعات کدگذاری میشن روی یه سطح دوبعدی. با تبخیر سیاهچاله این اطلاعات در قالب همون پرتوهای تابش هاوکینگ منتشر میشن. یعنی اگه بتونیم این تابش رو دریافت کنیم و از توی دلش اطلاعات مربوط به ذرات بلعیده شده توسط سیاهچاله رو رمزگشایی کنیم، پارادوکس اطلاعات سیاهچاله حل میشه. ولی خب حالا بعیده بتونیم همچین کاری انجام بدیم.
ساسکین بحثای زیادی با استیون هاکینگ داشت که داخل کتابی به نام جنگ سیاه‌چاله مبارزه خودش با هاکینگ رو توضیح داده. نظرات استیون هاکینگ هم میتونید داخل یکی از کتاباش به نام سیاه‌چاله ها بخونید. یه عده دیگه معتقدن اطلاعاتی که وارد سیاه‌چاله میشن از بین نمیرن، بلکه توی اون انفجار نهایی مرگ سیاه‌چاله بیرون ریخته میشن. که خب اینم اثبات ساده‌ای نداره، باید یه سیاه‌چاله در حال مرگ رو رصد کنیم. بعضیا سعی کردن به درهم تنیدگی کوانتومی متوسل بشن، بعضیا از گرانش کوانتومی گفتن. یه ایده عجیب‌تر هم اینه که سیاه‌چاله‌ها دروازه‌هایی هستن به جهان‌های ناشناخته. اطلاعات ورودی به نظر میاد از بین رفتن، ولی در واقع وارد جهان دیگه‌ای شدن و اونجا حضور دارن. ایده هیجان انگیزیه، ولی خب هیچ شواهدی براش پیدا نشده. کلن موضوع پارادوکس اطلاعات سیاه‌چاله همچنان یکی از معماهای بزرگ فیزیکه که شاید فقط ترکیب مکانیک کوانتوم با نظریه نسبیت و رسیدن به نظریه همه چیز بتونه حلش کنه. این داستان شگفتی‌های سیاه‌چاله نه تنها هیچ وقت تموم نمیشه، بلکه هرچی بیشتر وارد جزئیاتش میشیم ما رو سردرگم‌تر میکنه. واقعا بعید میدونم هیچ کدوم از اجرام فضایی به گرد پاش برسن. شما فکر کن یه جرم فوق‌العاده سنگین و سیاه که هرچی قانون برای جهان هستی کشف کردیم داخل این از کار میافتن. یعنی نابغه‌ترین مغزهای ما عمرشون رو گذاشتن و سر از کار این قول بیشاخودم در نیاوردن. نمیدونم، بعضی وقتا فکر میکنم سیاه‌چاله‌ها فقط سوراخ‌هایی توی بافت دنیای ما. داخل سیاه‌چاله همون چیزیه که بیرون از لبه‌های دنیای ماست. یعنی نیستی و عدم. هر چیزی هم که واردش میشه هیچ اتفاقی براش نمیفته جز نابودی کامل. پس این که داریم زور میزنیم قوانین این دنیا رو ببریم داخل سیاه‌چاله، شاید اصلا از پایه اشتباهه. مثل اینه که قانون پایستگی اطلاعات رو بخوایم به خارج از دنیای خودمون اعمال کنیم، اونجا کار نمیکنه. البته این نظر منه، ممکنه اشتباه باشه. شما هم اگه دوست داشتید ایده های خودتون رو بنویسید.